یه سلام پر انرژی به همراه خوشکلا، امیدوارم حالتون عالی باشه و مثل همیشه پر از انرژی مثبت باشید. تو این پست میخوام 4 تا محصول و قهوه نورسکای بونمانو رو بهتون معرفی کنم که این پست خیلی پست جذابیه. چند تا دلیل دارم واسه این حرفی که دارم میزنم. 4 تا قهوه میخوام بهت معرفی کنم که تو ساعت‌های مختلف روز بهت میتونه انرژی‌های مختلفی بده به خاطر کافئین موجودش. این قهوه نورسکای بونمانو تو 4 تا ساعت روز میتونی ازش استفاده کنی. 9 صبح، 2 ظهر، 6 بعد از ظهر و 8 شب که با توجه به این تایم‌هاش کافئینشون از بالا و زیاد رو به کافئین پایین میاد. 9 صبحش کافئین بیشتری داره با عطر و طعم قوی‌تر. کافئین 2 ظهرش کافئین متوسطیه، کافئین نسبتاً بالاییه ولی خیلی کمتر از 9 صبحشه. کافئین 6 بعد از ظهرش کافئین کمیه که برای عصر که برای تایم شب نزدیک به تایم شب میشیم اذیت کننده نباشه. و کافئین 8 شبش که اصلا قهوهش کافئینی نداره، یعنی قهوه دیکفه و فقط عطر و طعم قوی داره که باعث میشه که شما حس سوال قهوه رو داشته باشید، قهوه میل کنید ولی برای خواب شبتون اذیتتون نکنه. الان که این ویدیو رو داریم براتون میگیریم ساعت نزدیکای 2 بعد از ظهر، 1:30 بعد از ظهر و میخوایم این قهوه 2 ظهرشون رو تست کنیم ببینیم که چجوریه و بهتون معرفیش کنیم. با ما تو این ویدیو همراه باش. اگرم تو همینجا ویدیو رو لایک نکردی یه لایک بزن که دیگه حمایت تو از این ویدیو انجام داده باشی. بریم که بسته رو بازش کنیم. بسته بندیش به این صورت، 6 تا داخلش قهوه نورسکا داره که بازش کنیم از اینجا به این صورت. میبینید این دوتا سفیدایی که بغلش داره برای اینه که روی لیوانتون قرار بگیره، ولی از این بالا قهوهتون رو باز میکنید چه عطر قوی داره واقعا. شاید یه قهوه آسیاب شده است، قهوه رو میبینید و به این صورت روی لیوانمون قرار میگیره به همین سادگی و به همین خوشگلی. بعد از اونم دمای آب 90 درجه رو باید روش بریزیم تا دمآوری ما انجام بشه. حجم آبی که استفاده میکنیم باید بین 155 تا 180 میلیلیتر باشه، اونطوری که خودشون داخل رسیپیشون روی بستهشون گفتن. من آب اضافه میکنم به همین راحتی. خیلی آروم آب روی قهوت رو میریزید. آبتون سعی کنید جوش نباشه، اما دمای 90 درجه تا 95 درجه دیگه دمای ایدئالشه. 155 رو ریختم، وامیسیم تا این گساره‌گیریش انجام بشه و آب از قهوه عبور کنه. اگه میخواید قهوهتون رقیق تر بشه میتونید آب بیشتری بهش اضافه کنید. این کار رو دوباره انجام بدید و آب بیشتر به قهوهتون بریزید. این باعث میشه هم قهوهتون رقیق تر بشه هم که قهوه بیشتری داشته باشید. من 200 آب اضافه کردم، زمان میدم تا این آب از قهوه عبور کن و قهوه ما آماده بشه. بعد از اینکه آبم از بین قهوه عبور کرد این بستر خیلی راحت برش میدارید و قهوهتون به همین سادگی آماده است. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردید و معرفی این 4 تا محصول رو دیدیم با هم دیگه. من این قهوه ساعت 2 ظهرشون رو تست کردم. یه عطر و طعم قوی داره، نه اونقدر تلخه نه اونقدر ترشه که اذیتتون کنه و قهوه رقیقیه، مثل میونی مثل حس و حال قهوه آمریکانو رو بهتون میده که تو کافه میل کرده باشید. البته تو سیستم قهوه دمیه دیگه، چون اونقدر تنباری سنگین نداره، تنباریش نسبتا متوسط حتی رو به پایینه، ولی عطر و طعمش فوق العاده قویه. این مدل قهوه های نورسکای بونمانو رو به اون دوستایی که عجله دارن یا اونقدر ابزارهای دمآوری توی خونه ندارن به شدت پیشنهاد میکنم. واقعا کیفیتش اصلا قابل مقایسه با قهوه های فوری نیست، چون قهوه تازه و با کیفیت دارید میل میکنید و خوبی این محصول اینه که با توجه به تایمی که تو روز دارید میتونید قهوهتون با توجه به تایمش انتخاب کنید که کافئینش برای اون موقع مناسبتون باشه. ولی اگه به من باشه من قهوه نوع صبحشون رو همیشه تست میکنم، چون همیشه به کافئین بیشتری نیاز دارم و میخوام که همیشه پر انرژی باشم. مرسی که تا اینجا ویدیو ما رو همراهی کردید، امیدوارم که همیشه
پر انرژی باشید و این محصولات هم به راحتی میتونید از سایت خوشگالا همین الان خریداری کنید. تازه ارسالشون هم داخل تهران رایگانه. این پست هم با اون دوستاتی که قهوه فوری میخورن به اشتراک بذار و بهشون معرفی کن که قهوه فوری نخورن وقتی قهوه به این کیفیت بالای وجود داره، برای چه قهوه فوری بخورن. تا ویدیوهای بعدی هم فعلا خدا نگهدارتون باشه.